بسم الله الرحمن الرحیم حسین پور فرزانه هستم لیسانس فوق لیسانس دکترام رو دانشگاه صنعتی شریف خوندم یه چیزی حدود قریب به 3 دهه فعالیت تو حوزه صنعت هوافضای کشور داشتم سید احمد حسینی هستم فوق تحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه گیلان فوق لیسانس مکانیک سید موسوی هستم از دانشگاه گیلان سجاد عقیدتمند هستم مهندس مکانیک از دانشگاه تبریز متولد استان گیلان هستم در این شرکت مشغول به کارم یکی از مراحل کاری ما در طراحی موتور در از کانفیگوریشن دیزاینه تو کانفیگوریشن دیزاین یا طراحی چیدمان ما چیدمان یک موتور رو طراحی میکنیم و در از بخش زیادی انرژی ما رو چیدمان موتور میگیره تک تک این قطعات رو شما میبینید فرض مثلا میبینید دونه دونه اینا قابلیت هر کدوم مثلا شما محفظه احتراق الان در بیارید بیرون مثلا همه این قطعات دونه دونه چیده شده و کانفیگوریشن این در اومده و اینکه چطوری با چه استراکچر اینا باید کنار هم دیگه قرار بگیره تا بتونن پرفورمنس رو داشته باشیم ما توش مثلا روی موتورهای پیستونی هم کار میکنیم و دفتر طراحی ما روی چند نمونه موتور پیستونی کار میکنه و برای مثال چک میکنیم که پیستونا درست حرکت میکنن یا نه و حرکت پیستونا و حرکت به عبارتی میلنگ آیا درست هست یا نه کمپرسور که میبینید طراحی شده و ساخته شده این پره پره مثلا جنسش آلومینیومه فرج میشه بعد از فرج شدن ماشینکاری میشه بعد از ماشینکاری آنودایز میشه روش آنودایز مشکی که شما میبینید آنودایز میشه بعد از اون تازه میره برای مراحل بالانس که حالا میریم توی دقیق‌تر شما ملزم ولی قبلش همه این تحلیل ها انجام شده یه نمونه تست موتور جتی که شما دیدید این موتور توربوجت اصطلاحاً این تو این کلاس موتور میکرو جت میگن و این تو این کلاس موتورا خب هم انواع کاربردا رو داره و تو جهان تعداد تولید کننده ای هست تعداد زیادی از تولید کننده های غربی از این موتورا میسازن یه بیزینس خیلی پر رونقه تو دنیا یکی از کاربردهایی که خیلی از این تو این تیپ موتور میشه استفاده یه هواپیمای دو نفره و هواپیمای تک نفره آلتر رایت ساخت این موتورها کلا به دلیل اینکه همیشه خیلی بزرگ در نظر گرفته بودیم و فکر میکردیم خیلی این کار کار پیچیده ایه شاید خیلی ها هیچ وقت باور نداشتن که بتونن این همچین موتور یا همچین هواپیمایی بسازن ولی ما خب توکل کردیم به خدا و این موتور به راحتی تونستیم بسازیمش ولی خب به پیچیدگی موتور که تو نمایشگاه هوایی رو نمایی کردیم به پیچیدگی اون نیست ولی خب برای خودش سختی های خودش هم داره هم توی ساختش و هم توی تستش انشاءالله شما دفعه بعد که تشریف بیارید یک موتوریه با در از اصطلاحا بهش میگم پی تی پاور توربین نصب شده روش که عملا تولید برق میکنه ما عملا میتونیم از این حدود 450 کیلووات برق بگیریم یعنی یه موتوریه به این کوچولویی 450 کیلووات میتونه برق تولید کنه و یکی از کاربردهای خیلی خوبه موتورهای توربینی استفاده از این تکنولوژی برای تولید برق شما مثلا یه 450 کیلووات برق بدی یه چیزی حدود تقریبا 100 خانواده رو میتونه برق بده رسالت من این بوده که بگم ما برای ساخت موتور هواپیما واقعا مانعی در کشور وجود نداره تنها مانعی که در کشور وجود داره عدم باور عمومیه و باید مردم باور کنن که صنعت کشور باید به دست تمام مردم ایران توسعه داده بشه یعنی همونقدر که امنیت کشور همه موظفن به امنیت کشور فکر بکنن همه موظفن به توسعه قدرت صنعتی کشور فکر بکنن و این نشدنیه الا با خود باوری